قسمت پیام های فیسبوکی و ایمیل های شما به صفحه فیسبوک برنامه خیابان زندگی و ایمیل این برنامه. پیام های امشب رو با انعکاس نظر یکی از بینندگان در مورد گزارش هفته گذشتمون که به میل بیشتر جوانان به زندگی مجردی اختصاص داشت آغاز میکنم. مرتضی الف نوشته است در حال حاضر در جامعه ما اشخاص زیادی هستند که مجرد هستند که مشکل اقتصادی مهمترین چالش در ازدواج اونهاست. به همین منظور نیاز طرفین در همه ابعاد اون با گذشت زمان به سمت و سوی غالبا بی انگیزگی و یا انحرافات اخلاقی کشیده میشه که خود معضلی فرسایشی در جامعه پدید میاره. پیام بعدی در واقع یک سوال از بینندگان این برنامه که باب پ این سوال رو مطرح کرده. گفته است آیت الله خامنه ای در بجنورد خواستار مدارا با زنان به زعم او بد حجاب شد. به نظر شما صحبت های آیت الله خامنه ای تأثیری در برخورد نیروی انتظامی با مردم خواهد داشت؟ مریم قاف در مورد بیماری اسکیزوفرن که امروزه بسیار شایع شده اطلاعات جدید اهم از علائم درمان، تغذیه و نحوه ارتباطگیری با این قشر محروم و مظلوم و از یاد رفته رو به ما ناآگاهان از علوم جدید بدهید. البته ایشون فکر میکنه ناآگاهان، مردم خیلی چیزها رو بهتر از ما هم میدونن. و اما مهر در برنامه‌تون در مورد قرص برنج و اثرات مخربش در جامعه ایران و به راحتی در دسترس بودن اون هم برنامه داشته باشید، چون آمار وحشتناک خودکشی با این پدیده شوم قوقا کرده، مخصوصا در زنان و خصوصا در نواحی شمال ایران. حداقل از این رسانه آگاهی داده بشه که خانواده ها به راحتی قرص برنج رو در خونه ها نگهداری نکنند. همچنان با ما باشید، خنده یادتون نره، مخصوصا در زمانهایی که خیلی ناراحت هستید. هر جا هستید تا هفته دیگه سلامت باشید و شاد.